بعد او شده، اما با همه این اوصاف ما از نمایندگان خوب فوتبال کشورمون انتظار داریم که از اعتبار فوتبال ما در قاره کهن دفاع بکنند و بارها و بارها این به اثبات رسیده، همونطوری که نفت دیروز ثابت کرد که مقابل چهرهای خیلی پرمدعا و مجرب حریف بازی قابل قبول و پایا پای رای داد، هرچند که نهایتاً با العین مساوی شد، اما حتی چهره یک پیروز رو در اون بازی داشت. و حالا ببینیم که قرمز پوشان تراکتور سازی در بازی برابر سفید پوشان الاهلی امارات چه کار خواهند کرد و چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. داور دستور اینو میده که بازی برای تیم تراکتور سازی آغاز بشه. تراکتور سازی که در لیگ ما هم به عنوان یک مدعی مطرح است، یکی از مدعیان بالای جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور. یه پاس رو به جلو رو میندازن در میانی میدان، یه لحظه توپ لو میره، بازیکنان الاهلی امارات صاحب توپ میشن. دیگر بازی این گروه رو امشب دیرتر برگزار خواهند کرد. نصف قاشی هفته گذاشتم تراکتور سازی در واقع میشه گفت که ظرف چند دقیقه غافل شد و بازی برده رو با باخت تعویض کرد و یه شرایط عجیبی داشت و یعنی در طول بازی یه چهره مغلوب کامل رو ارائه نداد. توپ در میانی میدان در جریان هست، در این سمت به دروازه‌بان میرسه و شروع مجدد کار برای تراکتور سازی که به هر حال نمیدونم این کم تماشاگر شدن ورزشگاه‌های ما حتی به تبریز و سکوهای ورزشگاه یادگار امام که برای تراکتور سازی مملو و از جمعیت می شدن یه مقدار سرایت کرد. امیدواریم که خیلی مقطعی باشه و برگرده، هرچند که باز به نسبت جای دیگه تماشاگر بیشتری در ورزشگاه یادگار امام بازی رو از نزدیک شاهد هستند. من یه بار دیگه عرض بکنم که ارتباط صدایی ما هنوز برقرار نیست، مشکلات فنی که وجود داره در این ارتباط. منتظریم که صدای آقای سایی همکار عزیز گزارشگرمون رو از مرکز تبریز دریافت بکنیم. و بتونیم در خدمتتون باشیم. ببینیم که با این توپ چه کار خواهد کرد. آن دو تیموریان که پشت توپ قرار گرفته، این هم دروازه‌بان الاهلی امارات، آن دو که از استقلال جدا شد و به تراکتور سازی پیوست، یه ارسال به روی دروازه و توپی که نهایتاً در دست‌های دروازه‌بان قرار می‌گیره. در دیگر بازی امروز تیم فولاد خوزستان در تاشکند مقابل لوکوموتیو تاشکند با تساوی 1-1 به کار خود پایان داد. نمیشه گفت نتیجه بدی است، به هر حال دیدار خارج از خانه اگر حساب بکنیم برای فولاد میتونست نمره ای رو به همراه داشته باشه، همین یک امتیاز هم براش پوانی باشه اگر در بازی‌های خانگیش بتونه جبران بکنه. تونی اولیویرا هم کنار زمین طبق معمول به هر حال کارنامه درخشانی داره و تبریزی‌ها خیلی متکی هستن که در بازگشت مجددش به تراکتور سازی بتونه اونها رو در آسیا با وضعیت خوبی روبرو بکنه. در مرکز زمین بازیکنان الاهلی صاحب توپ، یه فرار از سمت چپ، خب یکی از بازیکنان تراکتور سازی رو زمین افتاده، احساس ناراحتی میکنه، بالا سرش حاضر میشن. امیدواریم که مشکلش هم حاد نباشه و داور این دیدار هم مراقبه که تا بازی مجدد شروع بشه. مربی تیم الاهلی رو هم کنار زمین میبینید. بازی بعد از گذشت 5 دقیقه متوقف شد. تماشاگران پرشور هوادار تراکتور سازی هم در ورزشگاه یادگار امام
حضور دارن. خوشبختانه مثل اینکه ارتباط صدای ما برقرار شد. سلام عرض میکنیم به آقای سایی عزیز با عذرخواهی مجدد از حضور بینندگان عزیز و ارجمندم. آقای سایی در خدمت شما هستیم. مسئولیت ایرانپوریان خوشبختانه جدی نیست و تا لحظات دیگر به بازی ادامه خواهد داد. عبدالعزیز توپو پرتاب میکنه. آقای در خط حمله برای فردان، اجازه حرکت بیشتر رو بهش نمیدند. ضربه سر باعث میشه که توپ به نفع سفید پوشان اهلی دوباره به بیرون میره و این بار توپ عقب‌تر پرتاب میشه. ماجد به خط دفاعی میبره توپو. ماجد حسن، ضربه بلند از ولید. ایرانپوریان دوباره توپ به بیرون میره. این پرتاب های متعدد در این لحظات کیفیت بازی رو کم میکنه. عبدالعزیز توپو پرتاب میکنه، پاس رو به قبض احمد خلیل که توپ به مقصد نرسید. همه نگاه متمرکز به ادینیو سعی داره توپو بگیره. پشت محوطه جریمه است که بازی دنبال میشه. به نظر رسید توپ به خاطر خطای مدافعان الاهلی معترض بود. اینجا سن رو ببینیم. به نظر رسید که توپ به دست احمد المرزوقی برخورد کرده باشه و ادینیو به همین منظور معترض بود. خالد شفیعی، گردانی توپو بلند میفرسته، با سینه توپو مهار کرد. ماجد حسن، پس او هم به بازیکنان هم تیمی نمیرسه. این ضربه بلند و دستان حامد لک که به راحتی توپو مهار میکنه. در حالی که 8 دقیقه از زمان بازی رو پشت سر میذاریم و نتیجه بازی 0-0 مساوی است، همچنان بر تعداد هواداران حاضر در ورزشگاه افزوده میشه. ضربه حامد لک و فرود تو پشت محوطه جریمه الاهلی. ماجد حسن، حمدی به سمت راست میبره. دوباره ماجد حسن در میانه میدان صاحب توپ شده. توپو به فردان میرسونه. او دو نفر رو جا میذاره. توپو به زمین تراکتور سازی میارند. فردان روی زمین میفته و داور اعتقادی به خطا نداره و بازی دنبال میشه. یه لحظه احمد خلیل که توپ هم میگیره. خلیل این پاسو میندازه و ارتباط خط میشه. شاید خطرناکترین بازیکن الاهلی امارات همین احمد خلیلی باشه که در بازی اولین تیم هم گلزنی کرد برای الاهلی. یه موقعیت دیگه ما آفساید. اسامه از سعیدی در آفساید قرار داره، ضربه را هم میزنه. آیا داور کارت زرد بهش نشون خواهد داد یا خیر؟ که اصولا باید این شکلی باشه. بعد اینکه سوت داور به صدا در اومد، او ضربه رو به سمت دروازه زد که داور کره‌ای از این صحنه به راحتی عبور میکنه و به یک تذکر اکتفا میکنه برای اسامه از سعیدی. کاملا هم مشخص بود که در آفساید قرار داشت و حامد لک بعد بازی رو به جریان بندازه. توپش بلند میاد باز هم به پشت محوطه جریمه الاهلی. حمدی ضربه سر میزنه. کیانی کنارش بود. پرتاب به نفع الاهلی اعلام شده. تو پرتاب میشه. فردان به توپ نرسید. ماجد ضربه این بازیکن که به نفع تراکتور به بیرون میره. چیزی که در این لحظات در واقع از ابتدای بازی که 10 دقیقه ازش پشت سر گذاشتیم بیشتر دیدیم. پرتاب اوت بوده از سوی بازیکنان دو تیم و فعلا صحنه هیجان انگیزی ایجاد نشده. اگر این اتفاق میفته امیدواریم که از سوی بازیکنان تراکتور سازی باشه. ایرانپوریان درگیر با اسامه از سعیدی. پرتاب باز هم برای الاهلی اعلام میشه. اسامه از سعیدی درگیر بود با ایرانپوریان که توپ به نفع تیم میهمان به بیرون رفت. دوباره از سعیدی توپو میگیره. دو بازیکن رو توپش میاد. تیموریان توپو رو میگیره. بازی لب خط گره خورده. ولید باز هم پرتاب.
این لحظات بازی درگیرانه و فیزیکی رو از سوی هر دو تیم شاهد هستیم. عبدالعزیز پرتوگر توپه، ولید عباس رو در خط دفاعی پیدا میکنه. ماجد ناصر، الینیو به استقبالش رفت و او سراسیمه توپو به میانه میدان فرستاد. همین امر باعث شد که توپ به راحتی در اختیار تیموریان قرار بگیره. شفیعی، خالد شفیعی و همکاری او با میرهانی هاشمی در مرکز خط دفاعی. محمد ایرانپوریان، شاهین ساقبی مقابلش احمد خلیل بود و یک بار دیگه حضور همکارانم در شبکه سوم سیما، خصوصا پیمان یوسفی، عرض سلام دارم و همچنین حضور همکارم در استودیوی شبکه سهن بهزاد خمیرگیر و میلاد وطن‌پرست در ورزشگاه یادگار امام و همچنین از اشکال صدایی که در اوایل برنامه وجود داشت عذرخواهی میکنم. تونی اولیویرا، کیانی توپو به سمت چپ میبره، گردانی توپو بلند میفرسته، توپ به مقصد نرسید و فقط یک پرتاب برای ترکتور به دست میاد. اولاریو داره صحبت میکنه، سامان نریمان جهان، تیموریان، وانگ روبروش بود، محمد ایرانپوریان، ارسال بلند توپ، موقعیت برای دینیو و خروج ماجد ناصر که توپو در آغوش کشید. وان یونگ، ماجد توپو جلوتر پاس میده، پاس هم ماجد، عبدالعزیز توپ سمت راست میره، الحمدی دوباره در خط دفاعی، این بار مرزوقی صاحب توپ، اسماعیل الحمدی، نریمان جهان مقابلش هست. تمامی راه های نفوذ برای بازیکنان الاهلی بسته شده. فردان، عبدالعزیز، مرزوقی، ادلیو به استقبالش میره، خطایی در کار نیست، بازی دنبال شده و تداور بازی رو متوقف میکنه. این مدار با تأخیر این کار رو انجام داد. تذکری به ادینیو داده میشه و مرزوقی باید توپو بکاره و بازی رو به جریان بندازه که خیلی هم سریع این کار انجام میده. ولی دباس در خط دفاعی صاحب توپه، تیموریان رو جا میذاره، فرشاد احمدزاده به استقبال ماجد حسن میره و همین پرس باعث میشه که توپ دوباره در اختیار قرمز پوشان ترکتور سازی قرار بگیره. ضربه بلند خالد شفیعی، ادینیو به دنبال توپه، ولی دباس سریع توپو دور میکنه. و دباس و مرزوقی مطمئنن متوجه هستن که شرایط براشون سخت خواهد بود در خط دفاعی به خاطر حضور لوسیان و ادینیو در خط حمله. همکارم اطلاع میدن که در پنج دقیقه ابتدایی ارتباط صدای ورزشگاه قطع بوده که من یک بار دیگه عذرخواهی میکنم از حضور بینندگان عزیز و اسامی بازیکنان دو تیم رو بار دیگه برای شما مرور میکنم. در تیم الاهلی امارات ماجد ناصر درون دروازه است، عبدالعزیز، ولید عباس، احمد المرزوقی، فردان، وان یونگ وان، ماجد حسن، احمد خلیل، اسماعیل الحمدی و اسامه السعیدی شاگردان اولاریو هستند در این دیدار که با پیرهنهای سفید رنگ در سمت راست مشخص هستند. برای ترکتورسازی هم حامد لک درون دروازه است، محمد ایرانپوریان، گردانی، شفیعی، کیانی، نریمان جهان، ساقبی، ادینیو، تیموریان، هانی هاشمی و فرشاد احمدزاده بازی میکنند با سرمربیگری چهره‌ای که مشاهده کردید، تونی اولیویرا. عبدالعزیز توپو پرتاب میکنه، اوساما به دنبال توپ بود، دوباره اوساما از سعیدی، ایرانپوریان توپو به خوبی عبور میده، شاهین ساقبی، وان یونگ وان توپو به پشت محوطه جریمه میبره برای احمد خلیل خطرناک که خوشبختانه توپش نرسید. یکی از شاخص‌ترین بازیکنان الاهلی امارات و همچنین تیم ملی این تیم هست که نزدیک به 62 بازی ملی به ثبت رسونده و در بازی اول الاهلی هم او گلزنی کرد برای الاهلی امارات در برابر الاهلی عربستان.
گردانی، این پاسو میندازه، توپ عبدالعزیز در اختیار میگیره و با توپ هم خودش به بیرون میره. شاید هوای ورزشگاه برای بازیکنان تراکتور سازی که زمستانی سرد و سخت رو پشت سر گذاشتند زیاد آزار دهنده نباشه، اما مطمئنن بازیکنان الاهلی سرما رو حس خواهند کرد در ورزشگاه یادگاره. 17 دقیقه از زمان بازی پشت سر گذاشته میشه. تیموریان توپ بلند رو میفرسته، پرتو به اوت رو بر عهده گرفت. احمد خلیل به دنبال پیریزی ضد حمله بود که موفق نشد. پشت محوطه جریمه پاس تک سر به فرشاد احمدزاده به مقصد نرسید. ایران پوریان یک بار دیگه ارسال و دستانه ماجد ناصر. خیلی سری بازی رو به جریان میندازه. حمدی به توپ میرسه، حمدی روی زمین میفته و ضربه ایستگاهی در موقعیتی بسیار خطرناک به نفع الاهلی امارات. سمیه به بوهو پیوستن خطا رو مشاهده کردید. یک کارت زرد هم به بازیکن خانتی تراکتور سازی نشون داده میشه که حبیب گردانی به نظر رسید اخطار گرفت. بعد مراقب اوضاع باشند. تونی اولیویرا همچنان کارو ایستاده دنبال میکنه در حالی که اولاریو ترجیح داده این لحظات رو روی نیمکت سپری کنه. ماجد توپو میکنه، کنارش اوساما از سعیدی هم هست. اوساما حرکت میکنه، خودش ضربه رو میزنه و توپو خیلی سریع دور کنن. دوباره حمدی، همون بازیکنی که ضربه کاشته رو گرفت، ضربه راه دور و توپی که از کنار دروازه عبور میکنه تا نفس راحتی بکشیم و این صحنه به خیر بگذره برای تیم ما. با هم صحنه رو مرور میکنیم. توپ با فاصله از کنار دروازه لک به بیرون رفت تا اینکه او به سمت توپ خیز برداشته بود. تراکتور سازی 0 الاهلی 0. ضربه حامد لک، ضربه تو خوبی زده در این دیدار، بیشتر ضرباتش تا پشت محوطه جریمه الاهلی اومده. تیموریان، عبدالعزیز، تو هنوز رو هواست. ماجد حسن هم سعی داره ضربه سر بزنه، این ضربه بلند. احمد خلیل به دنبال توپه، زودتر از او خالد شفیعی به توپ ضربه میزنه. حرکت خطرناک، موقعیت برای احمد خلیل که با هوشیاری حامد لک این صحنه احمد خلیل ناکام به سمت توپ حرکت کرد. حامد لک از محوطه جریمه خارج شده بود، سعیش توپ رو به پای احمد خلیل بکوبونه که توپ به بیرون بره که به هر حال توپ در اختیار خودش قرار گرفت. وانگیون به توپ میرسه، بازیکن کره‌ای تیم الاهلی، دوباره در خط دفاعی. این ضربه بلند، احمد خلیل کاملا مواظبش هستند. تا این لحظه به خوبی کنترل شده احمد خلیل. شرایط مشابه خب حمید گردانی بود که در صحنه قبلی زمانی که حمدی رو نقش بر زمین کرد اخطار گرفت. در سمت راست هم ایران پوریان مدام با اوساما از سعیدی درگیر است. عبدالعزیز از سمت راست نفوذ کرد، توپ رو نگه می‌داره. نریمان جهان مقابلش بود. ماجد تو با دخالت لوسیانو ادینیو به بیرون میره. اولین تعویض برای تراکتور سازی در راه است، یک تعویض زود هنگام. ایران پوریان بعد زمین بازی رو ترک کنه و فردین آبدینی جای این بازیکن رو پر خواهد کرد. مطمئنن این تعویض به خاطر مسئولیت ایران پوریانه و فنی محسوب نمیشه. تعویض ایران پوریان تعویضی اجباری است به خاطر مسئولیت محمد ایران پوریان. تونی اولیویرا مجبور شد که به این شکل یکی از گزینه‌های تعویض خودش رو در دقیقه 21
از دست بده. فردین آبدینی جای محمد ایرانپوریان رو پر میکنه. او هنوز شرایط حضور در مسابقه رو نداره. مدت هاست مصدوم محمد ایرانپوریان. اولین تأثیر فردین آبدینی در زمین مسابقه پرتابیست که انجام میده. سرتو بیزنه، احمد خلیل رو جا میذاره، میرهان یه هاشمی به میانی میدان میبره، ماجد حسن ضربه سر رو زد، دوباره ماجد حسن دخالت میکنه، این بار توپ به سمت چپ میره، حبیب گردانی توپ بنم میفرسته، لوسیانو دنبال توپه، ادینیو به توپ میرسه، توپ مهار کرده ادینیو، عبدالعزیز درگیر هست با او، مرزوقی هم هست، دو بازیکن رو توپ لوسیانو هستند و در نهایت عبدالعزیزه که توپو میگیره و در اختیار مرزوقی قرار میده. پاس مرزوقی جالب نبود و توپ در میانه میدان به تیموریان رسید. توپو به سمت چپ میبره کیانی. نریمان جهان، دوباره نریمان جهان. ریز نقشی های او در خط حمله تراکتور سازی میتونه کارساز باشه برای این تیم. حبیب گردانی، احمد خلیل به سمت راست رفته، ارسال بلند، ولی در باز سروی سر اول رو میزنه، وان روی زمین میفته، وان یونگ باعث شد که شاهین ساقبی صاحب توپ بشه، توپ میکاره لوسیانو، از راست و چپ آزمایش میکنن تا راه نفوذی پیدا بشه. فردین آبدینی موقعیت ارسال توپ داره و کورنر میگیره برای تراکتور. در برابر اوساما از سعیدی کورنر گرفت، بازیکن تازه تعویض شده تراکتور سازی. فردین آبدینی که در نیم فصل به تراکتور سازی پیوست. 23 دقیقه دیدار و کورنری که تراکتور از سمت راست به دست آورده به شکل زمینی. نریمان جهان برمیگرده، این ارسال رو انجام میده که توپ قبل اینکه بازیکنی طرحی براش داشته باشه روی دروازه ماجد ناصر فرود میاد. ماجد با تأخیر دست داره که بازی رو به جریان بندازه. یه موقعیت و خروج حامد لک از دروازه که توپ رو در آغوش میکشه. فردان دنبال ایجاد موقعیت بود. حامد لک ضربه بلند حامد لک. ویونگ وان پشت محمدی جمعی خودی ضربه سر زد. یه حرکت از سمت چپ. بازم اسامة سعیدی هست که در برابر آن دو تیموریان ناکام میمونه. فردین آبدینی تا این لحظه موقعیت خطرناک ایجاد شده روی دروازه دو تیم عدد 0 است. مگر موقعیت های نصف و نیمه که به اون شکل موقعیت 100% به حساب نمیاد. ماجد روی زمین میفته، دوباره توپ در اختیار بازیکنان تیم میزبان قرار داده. کیانی این پاسو میندازه، خروج ماجد ناصر از دروازه و توپو دور میکنه، دروازه خالیه. ضربه تیموریان جالب نبود ولی فکرش ستودنیه. اندرانیک تیموریان لحظه ای که دروازه رو خالی دید سعی داشت از اون منطقه دروازه رو باز کنه که یه مقدار عجله کرد و توپش با فاصله به بیرون رفت. حمدی کیانی به خوبی برابرش قرار میگیره. حبیب گردانی نفوذ این بازیکن، گردانی داره حرکت میکنه، راه توپ او رو مرزوقی بست. نریمان جهان، شفی، فردان نزدیکش شد.
فرشاد احمدزاده. توپ نگه می‌داره تا بقیه بازیکن‌ها از راه برسند. احمدزاده به پشت محوطه جریمه. شاهین ساقبی، حالا کیانی، گردانی، سرمی مستقیم گردانی و دستان ماجد ناصر. رفته رفته فشار ترکتور سازی بیشتر میشه. الاهلی نام بزرگی داره، تیم بسیار متمولی به حساب میاد در امارات. شاید فقط مبلغ یک بازیکن این تیم برابری میکنه با بودجه کل فصل ترکتور سازی یا حتی بیشتر، اما نماینده شایسته کشورمون تا این لحظه بازی خوبی رو برابر الاهلی امارات ارائه داده. البته نباید از یاد ببریم حضور هواداران ترکتور سازی رو داخل ورزشگاه. یه موقعیت برای خلیل که سرعت توپ زیاده و او به توپ نمیرسه. تعداد هوادارانی که در ورزشگاه یادگار امام حضور دارند از ظرفیت ورزشگاه خانگی تیم الاهلی امارات بسیار زیاد هست. شاید مهمترین امتیاز ترکتور سازی همین هوادارانش هستن که امروز هم این تیم رو تنها نذاشتن در ورزشگاه یادگار امام. اولاریگوی رومانیایی که داره ایستاده تیمش رو هدایت میکنه. ماجد ناصر ضربی سر از گردانی، فرشاد احمدزاده، ولی در باز ضربی سر میزنه توپو بر میگردونه. فردین آبدینی پاس میندازه، خودش حرکت میکنه، یک دو کامل هست. فردین آبدینی سمت راسته و این تکل از وان یونگ وان باعث میشه که توپ به نفع ترکتور به بیرون بره. تیموریان ممر پرتاب توپ هست. تیموریان این کار رو انجام میده، بلند به داخل محوطه جریمه، ضربه سر توپ رو برمیگردونه. احمد خلیل تا اون منطقه عقبتر اومده. هر 11 بازیکن الاهلی تحت فشار ترکتور سازی در زمین خودی هستن. نلیمان جان توپ به سمت چپ میبره. ادینیو صاحب توپه. ادینیو توپ عقبتر میبره. حالا این پاس آفساید هم نیست. موقعیت ارسال توپ و توپی که برگشت داده میشه. درگه داور هم بازی رو نگه میداره. ولید عباس روی زمین هست. خالد شفیعی مدافع پیشتاخته ترکتور سازی مخاطب داور هست در این صحنه. مدافع الاهلی ولید عباس روی زمین افتاده و این فرصتی است تا این تیم لحظاتی از فشار ترکتور سازی خارج بشه. این ارسال نریمان جهان بود. خالد شفیعی سعی داشت ضربه سر بزنه. داور قبل این صحنه بازی رو متوقف کرده بود به خاطر خطایی که خالد شفیعی مرتکب شد. ضربه ماجد ناصر. عبدالعزیز نفوذ از سوی بازیکنان ترکتور سازی. اعلام خطا شد. کوهیل جین خطای بازیکنان ترکتور سازی رو در این صحنه اعلام کرد. بازی رو مرزوقی بعد به جریان بندازه. بازرگی بلند این کار رو انجام میده. حمدی گوشه محمدی جریمه است. حمدی همچنان صاحب توپه. ضربه رو هم میزنه و لک تم به کورنر میده.
از سمت راست کورنر بر روی دروازه تراکتور سازی فرستاده خواهد شد. شما چهره عبدالعزیز رو مشاهده کردید در حالی که ضربه رو حمدی زده بود. حامد لک دیگر بازیکنان تراکتور سازی و کورنری که از سمت راست زده میشه و کیانی که دیگه تیر یک با جایگیری مناسب خودش این ضد حمله رو برای تراکتور سازی پیریزی میکنه. فرشاد احمدزاده یه مقدار کم تعداد هستن بازیکنان تراکتور سازی و این باعث میشه که توپ به راحتی از دست بره. حمدی پاس تکسر به سمت راست. ماجد پاسو میندازه، ارتباط به خوبی توسط تیموریان قطع میشه. وظایف دفاعی رو به نحو احسن انجام دادن بازیکنان تراکتور سازی. فردینا بدینی نفوذ کرده، توپو میفرسته که ارتفاع توپ زیاد هست و ادینیو با پرش خودش موفق نمیشه که توپو قطع کنه. عبدالعزیز ارتباط میانه میدان قطع میشه. توپ و میدان و نبض بازی در اختیار تراکتور سازیه. فشار تراکتور سازی در این لحظات الاهلی امارات رو در لاک دفاعی فرو برده. حتی احمد خلیل هم که مهاجم نوک الاهلی امارات هست در زمین خودی روی دایره میانی حضور داره. با بازی بسته و دفاعی خودشون فعلا اجازه ایجاد موقعیت رو ندادند به شاگردان تونی اولیویرا. حبیب گردانی ارسال بلند به پشت محوطه جریمه، توپ موقتا دور میشه چون اونجا بازیکنی به نام فردین آبدینی قرار داره. تیموریان پرتاب برای تراکتور. آن دو تیموریان مأمور پرتاب این توپه. پرتاب میشه، موقعیت برای تراکتور و ضربه ای که در اختیار ماجد ناصر قرار میگیره. به جرأت میشه گفت که نسبت به همتای خودش در تیم تراکتور زحمات فراوانی رو متحمل شده تا این لحظه. پرتاب تیموریان و اشاره ای که رطوب داشت فرشاد احمدزاده و نهایتا دستان ماجد ناصر. تیموریان توپ مستقیما فرستاده میشه برای لوسیانو. کیانی بدون خطا توپ از حمدی گرفت. شاهین ساقبی بین سه بازیکن درگیره. خطایی هم اعلام نمیشه. بازی دنبال شده. فردان به سمت راست. ماجد منطق بازی رو تغییر میده. اسامه از سعیدی به توپ میرسه، پاس رو عقب میندازه. عبدالعزیز، ولید، دور ماجد، فردان، حمدی سمت راست توپ می‌خواست، او رو ندیدند. اسامه سعیدی موقعیت داره، راه توپش و راه نفوذش بسته میشه. میانه میدان به ماجد میرسه. وان یونگ وان که مشخص نشد با چه هدفی دروازه لک رو هدف قرار داد. زاویه کمجون او در آغوش حامد لک قرار گرفت. گردانی سمت چپ صاحب توپه. بازی رو آروم میکنند یاران تراکتور سازی. میرهانی هاشمی، خلیل بهش نزدیک میشه. پاس بی هدف میرهانی هاشمی، دوباره خودش صاحب توپه. این بار ترجیح میده که پاس کوتاه بندازه تا توپ از دست نره. گردانی، حبیب گردانی، سلمان نریمان جهان. دستور کار شاگردان اولاریو در این لحظات ارائه بازی تدافعی و بسته است.
بازیکنان ریز نقشی مثل سامان نریمان جهان و فرشاد احمدزاده در این لحظات میتونند به کمک تراکتور سازی بیاد. تیموریان تعداد آفسایدها رو مشاهده کردید که یک در برابر صفر هست. شفیعی، خالد شفیعی توپ بلند میفرسته، شاهین ساقبی مهار میکنه توپو، پرچم کمک داور بالا رفته، خطای هند گرفته میشه از شاهین ساقبی. ماجد ناصر تا لحظاتی دیگر در 37 دقیقه دیدار بازی را به جریان خواهد انداخت. احمد خلیل، حمدی، 56 بازی ملی برای او به ثبت رسیده در ترکیب تیم ملی امارات. اسماعیل حمدی بازیکنی که در این صحنه حرکتی که انجام داد ثمری برای تیم میهمان نداشت. لک ضربه سر اول از وانیونگ وان، فردینا بدینی سر توپ میزنه، اوساما رو فریب داد، کیانی فردان مقابلشه، کیانی پاسو میندازه و توپ به عبدالعزیز میرسه در خط دفاعی. احمد خلیل بین دو بازیکن گیر میفته، خطایی در کار نیست، بازی دنبال میشه. ادینیو کیانی کاپیتان تراکتور سازی توپ به سمت راست میبره، فردین آبدینی پاسش به شاهین ساقبی نرسید و ولید توپ رو برمیگردونه. بازی بیشتر در میانه میدان جریان داره، تجمع بازیکنان دو تیم در میانه میدان بیشتر هست. ماجد حسن، ولید عباس، عبدالعزیز، دوباره ولید عباس، مرزوقی، اگه به تو برسه که نمیرسه، نمیشه از نقشه ادینیو و دوندگی های فراوانش در خط حمله چشم پوشی کرد. فرشاد احمدزاده فردان و حمدی رو جا میذاره، ماجد نفر سوم هست که با تکل توپش رو لحظاتی برگشت داد پشت محوطه جریمه و این ضربه که کم جون هست، ولی دباز توپ رو بر میگردونه. میرهانی هاشمی، فردین آبدینی توپ از اسامه از سعیدی رد کرد، دوباره فردین آبدینی، دو بازیکن رو عالی جا میذاره، وارد محوطه جریمه شده فردین آبدینی، فردین آبدینی گل، گل برای تراکتور سازی، گل اول بازی رو فرشاد احمدزاده به ثمر میرسونه. تراکتور سازی 1 الاهلی امارات 0. اینم خوشحالی بی حد و حصر طرفداران تراکتور سازی. اگر الاهلی بازیکنی داره که 62 میلیارد قیمتش هست، ارزش و قیمت هواداران تراکتور سازی مطمئنن میلیاردها برابر بیشتر هست. حرکت عالی و فوق‌العاده فردین آبدینی از سمت راست، پاسی که انداخت و فرشاد احمدزاده که کار رو تموم کرد، سه بازیکن رو محو کرد. فردین آبدینی تیز بینانه نگاه کرد و فرشاد احمدزاده که توپ رو در حد دروازه قرار داد. این سومین بازیکنی بود که فردین آبدینی به این شکل دریبل زد و فرشاد احمدزاده که دروازه الاهلی رو باز کرد. شاید تعویض اجباری تونی اولیویرا، توفیق اجباری هم برای این تیم به حساب بیاد روی حرکتی که فردین آبدینی انجام داد. در
5 دقیقه انتهایی نیمه اول تراکتور به گل اول بازی میرسه و این مطمئنا میتونه هیجان ها و استرس های بازی رو زیاد کنه. یه بازیکن از الاهلی هم در این گیرودار کارت گرفت از داور که از ترکیب تیم الاهلی بود. تو محبوط دروازه‌بان ملی پوش الاهلی ماجد نام. خیلی سخت بود این دیوار سخت و محکم دفاعی الاهلی رو شکست، اما بازیکنان شایسته تراکتور سازی با بازی خوب خودشون کمراه با تأمل و تعمق و حوصله فراوان بود این کار انجام دادند. تیم متمول از امارات الاهلی 0، تراکتور سازی از ایران 1. دیگر بازی این گروه رو الاهلی عربستان با نصف قارشی برگزار خواهم کرد. باز هم فرصت برای تراکتور و موقعیتی عالی برای ضربه کاشته. سوت کو هیون جین به صدا در میاد. حرکت فرشاد احمدزاده و خطای مرزوخی. ضربه ایستگاهی برای تراکتور سازی. چهره واله و مبهوت اولاریو، تیموریان، گردانی و کیانی سه گزینه برای به جریان انداختن و ضربه ای هستن که تا لحظاتی دیگر باید به توپ وارد بشه. این ضربه زدی میشه و کنار دروازه خیلی خطرناک عبور میکنه. این بار مهدی کیانی دروازه ماجد ناصر رو هدف قرار میده. کاپیتان تراکتور سازی با ضربه ای که میزنه نشون میده که تراکتور سازی همچنان اشتهای بیشتری برای گلزنی داره. مشکلات خط دفاعی الاهلی امارات زبان زد هست. اونا چیزی برای از دست دادن ندارن. در ابتدای بازی بیشتر تفکر این تیم دفاعی بود تا این تیم در برابر تراکتور سازی و هواداران پرشور این تیم گل نخوره. حالا دیگه اونها مجبور هستن خط دفاعی رو رها کنند و این فضا رو برای مهاجمان تراکتور سازی بیشتر میکنه. مثل این صحنه داور پرتاب میگیره برای الاهلی. در لحظات انتهایی نیمه اول عبدالعزیز توپ پرتاب میکنه. وان یونگ وان، اساما به توپ نرسید. پرتاب باز هم برای الاهلی، این بار از سمت مقابل. ولید عباس میانه میدان به زمین تراکتور سازی میاد و توپ از دست میده. عبدالعزیز، احمد خلیل، توپ از رو سرش رد شد. یه موقعیت برای دینیو، به سمت توپ حرکت میکنه. یه مقدار سرعتش کم بود و مرزوقی توپو به بیرون زد. نیمکت تیم تراکتور سازی رو میبینید. در دوره های قبلی لیگ قهرمانان آسیا تراکتور سازی در اولین بازی خودش در یادگار امام پیروز شده. تا این لحظه این اتفاق افتاده و می‌بینیم که تا انتها هم تداوم داشته باشه. دو دقیقه وقت تلف شده برای نیمه اول در نظر گرفته میشه. خالد شفیعی احساس ناراحتی کرده. اون مدافع تراکتور سازی است و برای زدن ضربه سر تا محوطه جریمه پیش تاخته بود. تیموریان
اردنی. سامانه نعیم جهان عبدالعزیز رو روبرو داره، پاس رو به عقب میندازه، حمدی توپو میگیره، بازیکنی که دو گل مهم ملی هم داره، یکی به آلمان در یک بازی دوستانه و یکی به کره جنوبی که البته در هر دو بازی تیم ملی امارات باخت. در بازیایی که حمدی برای امارات گلزنی کرده، در بازی دوستانه برابر آلمان 7 باختند و در مقدماتی جام جهانی 2010 4-1 بازی رو واگذار کردند. ماجد حسن یکی از محوری ترین بازیکنان الاهلی بود در میانه میدان، بیشتر توپ ها رو او پخش کرد. حمدی، احمد خلیل خطرناک صاحب توپ، توپش رو میزنند، زدن میتونه شکل بگیره. متاسفانه امروز این خط یاری نمیکنه، خط ارتباطی ما با تبریز. اول که صدا نداشتیم، بعد میمودا تصاویر دوچار اشکال شد. ثانیه های پایانی نیمه اول هم بود که تراکتور سازی هم خوشبختانه 1-0 جلوه. امیدواریم که این بار دیگه بتونن برخلاف بار گذشته خوب صیانت کنن از این نتیجه. گل قشنگی هم زدن و فکرم کنم دیگه ارتباطمون هم داره برقرار شده، ولی تموم شد دیگه، نیمه اول تموم شد با همون برتری 1-0 تراکتور سازی. انشالله 45 دقیقه دوم این مشکل حل بشه و بتونیم شسته و رفته بازی رو تقدیم حضورتون بکنیم. اجازه بدید که با عزیزانم در پخش شبکه 3 همراه باشیم تا شروع نیمه دوم. دستی که بسته بود میشست بی صدا، دستی که خسته بود در زیر نور ما، گل برگ گل کبود، گل ها فسرده بود، جرم علی چه بود، روی عدو سیاه. یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه. آتش زدی به جانم، بانوی بی نشانه، بانوی بی نشانه، بانوی بی نشانه، گفتی مرا کفن کن، مظلوم من شبانه، مظلوم من شبانه، مظلوم من شبانه. آن سردار بدر و خیبر دیگر زپا
دستی به دوش سلمان، دستی به سر نهاده. یا فاطمه، 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 یا فاطمه. یا ابن الحسن کمک کن جد مطهرت را، جد مطهرت را، جد مطهرت را، بیرون ببر ز خانه تابوت مادرت را، تابوت مادرت را، تابوت مادرت را. روزی تو خواهی آمد از غربت زمانه، می آوری نشان از آن قبر بی نشانه. یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه. سانیه آینده شما می توانید تصمیم های سرنوشت ساز بگیرید. شما می توانید برای یک تغییر و تحول در خود و دیگران تصمیم بگیرید. شما می توانید گرما بخش دل های سرد باشید. و این فقط شما هستید که می توانید شادی و امید را به هموطنان نیازمند خود هدیه دهید. پس چه زیباست که بشتابی برای مدد به حیات، مدد به کار و مدد به زندگی شرافتمندانه. تنها نهاد مردمی که به نام بنیانگذار و معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران است، کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. 60 ثانیه تمام شد. بسم رب شهداء و صدیقین. حکایت یاد و خاطره فجرآفرینان و خیبر شکنان آشورایی، سرداران رشید اسلام، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. پنج شنبه
14 اسفند ماه 1393 ساعت 19:30 تالار بزرگ کشور. السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیده. مراسم عزاداری به مناسبت شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در جوار مزار مطهر شش شهید گمنام آرمیده در دانشگاه امام صادق علیه السلام با سخنرانی حجت الاسلام میر باقری و مداحی برادر میثم مطیعی. زمان از یک شنبه دهم اسفند ماه به مدت 4 شب پس از نماز مغرب و عشا. مکان بزرگراه شهید چمران پل مدیریت مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام. هیئت میثاق با شهدا بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام. با خادمه خانه فزه همه اونها در اون دل شهر بیدار بودن. علی وقتی که جنازه زهرا رو برد توی اتاق خودش به تنهایی زهرا رو کفن کرد. بعد از کفن فریاد علی بلند شد. اطفال کوچک زهرا از 8 ساله تا تقریبا 3 سال صدا زد یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم یا فضه فضه شده هلون متزر و دومن ام کن بیایی با مادر خودتون بدایی. اونها از ناهی علی اجازه یافتن. حسنین آمدن خود را به روی سینه زهرا انداختند. حیاد یا امه به آسمان بلند. زینب و ام کلثوم که کوچکتر از آنها بودند خودشون به روی پاهای زهرا انداختند. علی در کناری ایستاده است مثل ابر بهار اشک می‌ریزد به این منظره دلسوز را تماشا می‌کند. علی ولی خدا اونجا ایستاده است. بچه‌های زهرا حسنین دو سبط پیغمبر سیده شباب اهل الجنه هستند. روح زهرا در این اتاق است. بنابراین اگر حادثه معجزه‌آمیز رخ می‌دهد هیچ جای تعجبی نیست. علی در اینجا شهادت می‌دهد، قسم می‌خورد، میگوید در آن حال وضع عجیبی را به چشم خود مشاهده کردن و به گوش خود شنیدن. اشهد الله انها حنت و انت و مدت یده ها. میگوید من خدا را گواه میگیرم که در همون حال صدای ناله زهرا را شنیدم. بسیار عالی. ما هم به بزرگ بانوی اسلام ادای احترام و عرض ادب میکنیم. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه فوتبال برتر. همونطور که میدونید دیروز و امروز رقابت‌های دور دوم لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد و در حال برگزاری است. یه نیمه از بازی 4 نمایندمون فقط مونده
امروز که فولاد و لوکوموتیو در تاشکند 1-1 کردن، دیروز پرسپولیس در ادامه نتیجه خوب هفته اولش، هفته دوم هم این بار در تاشکند تونست که 1-0 مقابل بنیادکار با گل محمد نوری از روی نقطه پنالتی پیروز بشه. نفت تهران هم در بازی خانگی خودش 1-1 مساوی کرد با العین امارات، تیم قدرتمندی که شاید حتی میتونست مغلوب نفتم در اون بازی بشه. تراکتور سازی هم تا پایان نیمه اول در دیداری که دوچار مشکلاتی شد، چه به لحاظ صدا چه به لحاظ تصویر، که بازم عذرخواهی میکنیم از حضور شما هموطنان عزیز و ارجمندمون و انشاءالله هم نیمه دوم دیگه تکرار نشه و بتونیم بازی رو کامل و با صدای دوست عزیزم آقای سایی از ورزشگاه یادگار ما هم تقدیم حضورتون بکنیم. در نیمه اول 1-0 از حریف خودش پیشه. امیدواریم مشکل بازی قبل مقابل نصف قارشی ازبکستان تکرار نشه و این بار تراکتور سازی بتونه با صلابت از این گل زدی خوب خودش و خیلی ارزشمند خودش حفاظت بکنه، گلی که با یه همکاری تیمی و خیلی هم خوب به ثمر رسید و انشالله بازی چهارمین نمایندمون با برد نماینده خوب فوتبال کشورمون به پایان برسه انشاءالله. کم کم فکر کنم میتونیم بریم به ورزشگاه یادگار امام تبریز و همراه بشیم با آقای سایی عزیز و ادامه بازی تراکتور سازی در برابر الاهلی امارات به امید توفیق تراکتور سازان. بسیار خوب، مثل این که صدای ارتباطی ما همچنان دوچار مشکل هست از تبریز و صدا رو نداریم، اجازه بدید که همچنان از تهران و از استودیوی فوتبال برتر در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند باشیم تا لحظاتی دیگه صوت بازی رو داور به صدا در میاره. قرمز پوشان تراکتور سازی تبریز بازی رو آغاز میکنند با نفراتی چون حامد لک، محمد ایرانپوریان، حبیب گردانی، خالد شفی، مهدی کیانی، سامان نریمان جهان، شاهین ساقبی، لوسیانو دینیو، آندرانیک تیموریان، میرهانی هاشمی و فرشاد احمدزاده. تراکتور سازی نیمه اول رو 1-0 پیروز به رختکن رفت. اون سمت هم حبیب فردان درون دروازه بود، ولید عباس، اسماعیل حمادی، احمد خلیل، عثمان سعیدی و به همراه عبدالعزیز حسین، احمد مرزوقی، ماجد نصیر، عبدالعزیز و ماجد حسن نفراتی بودند که برای تیم الاهلی امارات به میدان رفتن. تو با پای آن دو یه لحظه برخورد میکنه، خود آندرانیک تیموریان پاس در عرض یه بار دیگه از ایران پوریان دریافت میکنه، آندرانیک تیموریان صاحب توپ هست، حالا با پاسای کوتاه بازیکنان تراکتور سازی سعی میکنن که حفظ توپ هم بکنند، ضمن اینکه خیلی خوب میدونن که اگه بخوان تحت فشار حریف قرار بگیرن شاید کارشون سخت باشه، بهتر اینه که توپ ها در نیمه زمین حریف بمونه، اونقدر هم توان دارن که بتونن بازی رو حفظ بکنن و شرایط خودشون رو تحمیل بکنن به حریف خودشون، مقابل دیدگان داور در سود خودشون میدمه و اعلام خطا. آقای سایی عزیز در مرکز تبریز، مثل این که صداشون رو میشنویم، انشاءالله که بریم و تا آخر بازی بر نگردیم، که تا آخر بازی برای خداحافظی بیایم. البته بازی متوقف شده بود و این گل بی نتیجه است. آقای سایی با شما هستیم. پرچم کمک داور دوم پارک سان جون بالا رفته بود، عبدالعزیز تو با میفرسته برای احمد خلیل، نفوذ از سمت راست، ارسال توپ از ماجد و توپی که به بیرون زده میشه، ضربه دروازه اعلام شده برای تراکتور. فردان به سمت توپ حرکت کرد، توپ با برخورد به پای خودش رای اوت شد. حامد لک
ضربه دروازه رو میزنه برای تراکتور سازی. توپ در زمین اهلی فرود میاد، ضربه سر اول رو فرشاد احمدزاده زد، ادینیو به سمت توپ حرکت میکنه و در شرطی که ادینیو تک و تنها بود داخل محوطه جریمه حریف با چهار تا مدافع، یک پرتاب میگیره برای تراکتور سازی. پرتابو مثل نیمه اول آن دو تیموریان بر عهده داره، بلند توپو میفرسته به داخل محوطه جریمه، موقعیت برای تراکتور. مدافعان پرتعداد اهلی توپو برگشت میدند، گردانی صاحب توپ حرکت میکنه به سمت چپ میبره تیموریان که ارسالش به پشت دروازه ماجد ناصر میره. این دروازه‌بان ملی پوش زننده یه ضربه دروازه خواهد بود برای الاهلی امارات. توپش به زمین تراکتور بیاد، احمد خلیل زمین سر اول رو زد، پشت سرش گردانی توپو برگشت میده. عبدالعزیز، حمدی، حبیب گردانی باش درگیر میشه، خودش توپو میگیره، نهیزه توپو از دست داد. ماجد حسن به سمت راست، احمد خلیل که توپو برخورد به پای این بازیکن به بیرون رفت و پرتاب برای تراکتور سازی اعلام شده. حبیب گردانی مدافع سمت چپ تراکتور سازی مأمور پرتاب توپه، این کار انجام میده به میانه میدان. نریمان جهان رو توپ اثر میذاره، توپ هنوز رو هواست و نهایت هم به کیانی میرسه. گردانی سعی داره که لوسیانو رو صاحب توپ کنه. فرشاد احمدزاده، کیانی به اطرافش نگاه میکنه، حبیب گردانی رو بر این پاس انتخاب کرد. او فضای خالی سمت راست رو با نگاهی تیز بینانه تشخیص میده. فردین آبدینی باز هم داره تکنیکی کار میکنه، به سمت راست میبره. شاهین ساقبی، اسامه از سعیدی به استقبالش میاد و توپ به نفع الاهلی به بیرون میره. بازیکنی مراکشی در ترکیب تیم الاهلی امارات. حمدی موفق نمیشه توپو کنترل کنه. گردانی از سمت چپ نفوذ کرده، او در زمین الاهلیه. لوسیانو ادینیو برخلاف نیمه اول او در کناره ها بازی میکنه برای تراکتور سازی. حتی مدام جایگاه او با سامان نریمان جهان تغییر میکنه. آبدینی، شاهین ساقبی، میرهانی هاشمی، ضربه بلند میرهانی، پرتاب برای تراکتور. وضعیت ظاهری بازیکنان نیمکت نشین اولاریو که نشون میده هوای سرد ورزشگاه چقدر تأثیر گذاشته. دروازه‌بان سرگلی پیسا اندوی کتاب امروز خریدی ناموفق بوده در نیم فصل برای تراکتور سازی. یک ارسال، شاهین ساقبی مثل یک مدافع عمل میکنه در این صحنه، بهتر از اینها میتونست تصمیم بگیره در این صحنه. بازیکنی که اخیراً به تیم ملی فوتبال امید هم دعوت شد و تنها نماینده تراکتور سازی در این تیم هست. فردان باز هم ارتباط میانه میدان قطع میشه، نبردهای میانه میدان بیشتر به نفع تراکتور سازی پایان میپذیره.
حبیب گردانی بازیکن شوت زنیه، توپ نگه می‌داره، تیموریان رو صاحب توپ کرد، فرشاد احمدزاده سمت چپ، او هم تو سر توپ می‌زنه، حمدی رو جا می‌ذاره، همچنان صاحب توپه، فرشاد احمدزاده ارسال توپ و ماجد ناصر. فردید آبدینی به همراه شاهین ساقبی ایجاد مزاحمت میکنند برای فردان. وان یونگ، فردان، ماجد، باز هم وان یونگ. کیانی توپ گیری میکنه، خودش صاحب توپه، کیانی توپ به بیرون میزنه تا به وضعیت بازیکن مصدوم الاهلی رسیدگی بشه. البته به نظر نمیرسه که وضعیت مسئولیتش جدی باشه و به بازی ادامه خواهد داد. عبدالعزیز فردین آبدینی مأمور پرتاب توپ در میانه میدان برای تیم میزبانه. یک کارت زرد به آندرانیک تیموریان نشون داده میشه که به زعم داور در روند به گردش درآوردن دوباره بازی تأخیر ایجاد کرد. حلب گردانی به همراه آن دو تیموریان اختاری های تراکتور سازی هستند تا این لحظه. پرتاب از چند متر جلوتر تکرار شد. ولید عباس توپ برمیگردونه، تیموریان، پاس رو به عقب این بازیکن به حبیب گردانی میرسه، آرایش تهاجمی تونی اولیویرا در می دوم. حمدی توپو میگیره، حمدی جلوتر میره، احمد خلیل سمت راسته، خیلی عالی فکر اون رو میخونه خالد شفیعی و اجازه میده توپ به خلیل برسه. دوباره احمد خلیل صاحب توپ شده، ارسال توپ، سرعت توپ زیاده، اسامه سعیدی که به توپ نمیرسه. شور و حال وصف ناشدنی سکوهای ورزشگاه یادگار امام مطمئنن طرفداران الاهلی کمتر از این صحنه ها دیدند. اگر در بازی هایی که برابر همین تیمای ایرانی به میدان رفته باشه، البته مطمئنن اون خلاقیت هایی که طرفداران تراکتور سازی دارن منحصر به فرده. قبلا تیم الاهلی با تیمایی مثل سپاهان، سبا، مس بازی کرده از تیمای کشور. فردان، حسین خلیل، عبدالعزیز، ماجد تک ضرب توپو به سمت راست میبره، حمدی، باز هم هنرنمایی خالد شفیعی. خطا هم بر روی خالد شفیعی اعلام شد. به نظر رسید احمد خلیل او رو به این شکل نقشه بر زمین کرده باشه. خوشبختانه میتونه بازی رو دنبال کنه خالد شفیعی. اینجا لحظه بود که احمد خلیل خالد شفیعی رو سرنگون کرد با دیسک بالایی به سمت توپ حرکت کرد خالد شفیعی تا اجازه نفوذ بیشتر به احمد خلیل رو نداده باشه. 58مین دقیقه دیدار، تراکتور 1 الاهلی امارات 0. مرزوقی توپو برمیگردونه، این کارو ناقص انجام داد. حمدی سعی و تلاشش برای مانع از اوت شدن توپ بی حاصل هست. حمدی، وان یونگ، اساما، دوباره اساما از سعیدی، میانه میدان صاحب توپه، توپو به سمت چپ میبره، فردین آمدینی جا میمونه، این پاس انداخته میشه، موقعیت برای الاهلی، داره تک به تک میشه که لک عالی راه توپو میمنده،
ایستادگی استثنایی حامد لک، جدیترین موقعیت الاهلی امارات در این صحنه با استقامت و ایستادگی مثال زدنی حامد لک ناکام میمونه. مورد تشویق هواداران حاضر در ورزشگاه هم قرار میگیره حامد لک. میشه گفت یه موقعیت 100% گل و خونسا کرد دروازه‌بان تراکتور سازی. میرانی هاشمی زنبی سر میزنه، احمد خلیل به دنبال توپگیری هست، موفق تر میرانی هاشمی، حبیب گردانی زنبی سر رو به عقب که به حامد لک میتونه توپو به دستش هم بگیره. بازش زنبی سر توپو بهش پاس دادند، بازم شروع مجدد خوبی داره حامد لک. توپش به لوسیانو رسید پشت محوطه جریمه، تیبوریان این پاس رو به جلو و مرزوقی توپو برگشت میده تیموریان، با ضربه سر چند پاس متوالی رد و بدل شد بین فردینا و دینی و تیموریان، خطا هم کاملا مشخص هست از وان یونگ. وان یونگ کره‌ای به همراه اسامه سعیدی که سمت چپش بود دو بازیکن خارجیه الاهلی هستند. کیانی یکی از کره، یکی از مراکش، دوباره کیانی، فردان او رو روی زمین انداخت، داور بازی رو دنبال میکنه، حبیب گردانی بالا خطا اعلام میشه، خطای عبدالعزیز حسین خلیل. یکی از بازیکنان تراکتور سازی هم میانه میدان احساس ناراحتی میکنه که سامان نریمان جهان هست. الاهلی سابقه شکست های سنگین برابر دیگر نمایندگان کشورمون رو هم داره و این هم تونی اولیویرا که مثل همیشه با غیرت داره کار شاگردانش رو کنار زمین دنبال میکنه. سامان نریمان جهان رو به بیرون از میدان باید انتقال بدند. به نظر میرسه که مسئولیت او جدی است. این طرف ضربه ایستگاهی برای تراکتور سازی بعد برای دروازه الاهلی فرستاده بشه. حامد لک هم که بیرون از محوطه جریمه است، غیر او بقیه بازیکنان تراکتور سازی داخل زمین الاهلی هستند. کیانی توپو میفرسته، ضربه سر، ولید عباس به دنبال توپ حرکت میکنه، خالد شفیع هم در منطقه حضور داره، مشایعت ولید عباس و ماجد ناصر که بازی رو با ضربه دروازه به جریان میندازه. سامان نریمان جهان شرایط ادامه کار رو داره برای تراکتور سازی. گردانی به راحتی ماجد حسن رو فریب میده، با پای چپ توپو برای لوسیانو میفرسته. وان یونگ موفق نشد ضربه سر بزنه. سامان نریمان جهان، نفوذ تیموریان از سمت چپ، توپش میرسه اما پاسش کیفیت جالبی نداره و لوسیانو به توپ نرسید. حسین خلیل عبدالعزیز پاسش اشتباهه. فرشاد احمدزاده، کیانی پاس رو به عقب. بازی یاران تراکتور سازی در برابر تیمی مثل الاهلی امارات ستودنی است. بیشتر لحظات بازی نبض بازی رو در اختیار دارند و حتی در نیمه دوم در شرایطی که این الاهلیه که باید فشار بیاره، تراکتور سازی بهتر ظاهر میشه. اشتهای تراکتور سازی علی رغم اینکه یک گل هم به ثمر رسونده نسبت به الاهلی، با
برای به ثمر رسوندن گل‌های بیشتر نسبت به الاهلی امارات بیشتر هست. مرزوقی توپو میفرسته داخل محوطه جریمه، با ضربه سر تو برگشت داره میشه. یه لحظه کیانی که خطای این بازیکن اعلام میشه بر روی وان یونگ، احساس ناراحتی میکنه. ضربه ایستگاهی برای الاهلی پشت محوطه جریمه تراکتور سازی، از فاصله حدوداً 20 متری این ضربه باید به سمت دروازه زده بشه. ضربه ایستگاهی مستقیم داور اعلام میکنه، خطای تیموریان اعلام شد در صحنه قبلی. تعریضی بازیکنان اهلی و نقشه‌ای که در سر دارند برای استفاده بردن از این توپ کاشته. حامد لک داره دیوار دفاعی رو میچینه. ماجد حسن و احمد خلیل پشت توپ هستند. احمد خلیل خودش قصد داره که توپو بکاره. احمد خلیل توپو میکاره. خانواده کاملا فوتبالی داره، فقط 6 برادرش برای تیم الاهلی سابقه بازی دارن. پدرش هم فوتبالیست بوده این چهره. خودش هم 63 بازی ملی برای تیم ملی امارات داره. خلیل حرکت میکنه، ضربه رو مستقیم میزنه، تو از کنار دروازه عبور میکنه. ریبیروی برزیلی هم قصد داره که تا لحظاتی دیگر به زمین بازی بیاد. اسامه سعیدی بازیکن مرکشی الاهلی کنه را سمت راست میزنه، موقعیت و مشت حامد لک، ضربه سر حمدی، تنش پشت محوطه جریمه تراکتور، فشار همچنان حفظ میشه. اسامه سعیدی سمت راست پا عوض میکنه و نهایتا دستان مطمئن حامد لک. خیلی سری بازی رو به جریان میندازه. فردین آبدینی، حمدی مقابلشه، پاس آبدینی به مقصد میرسه. شاهین ساقبی تعداد شوت ها رو مشاهده کردید. پرتاب برای الاهلی تمیزم باید انجام بشه. ریبیرو بازیکنی که به جای ماجد حسن به زمین بازی خواهد اومد. با گام های بلند ماجد حسن زمین مسابقه رو ترک میکنه و ریبیرو به بازی میاد. به جهت توانایی بالایی که در دریبل زنی و پاسای دقیق داره مشهور هست این بازیکن برزیلی. با مبلغی حدود 15 میلیون یورو به الاهلی پیوست، چیزی حدود 58 میلیارد تومان. فردا عبدالعزیز تو برمیگردونه. ببین که تعویض اولاریو چه تفاوتی در روند کاری الاهلی ایجاد خواهد کرد. ریبیرو صاحب توپه، پاسو میندازه، موقعیت برای الاهلی، خطا اعلام نشده. حمدی روی زمین هست و بازی دنبال میشه. مرزوقی، فشار الاهلی لحظاتی است که به شکل محسوس زیاد شده. سمت راست خالیه، این فضا رو تشخیص میدند. عبدالعزیز با سینه توپو مهار میکنه، به خوبی توپو حبیب گردانی ازش میگیره. عالی کار کرد گردانی. به زمین الاهلی میاد و لوسیانو که از مرزوقی اوت میگیره. ریبیرو به جای ماجد حسن، بازیکنی که برای تیم الاهلی تعویض شد. حبیب گردانی تعلولش به خاطر این بود که دیگر بازیکنان تراکتور سازی به داخل محوطه جریمه بیاند، که این اتفاق هم نیفتاد. فقط دو بازیکن از تراکتور داخل محوطه جریمه بود، یکی ساقبی دیگری ادینیو. 68مین دقیقه، تراکتور 1 الاهلی امارات 0. پرتاب توپ برای الاهلی، حسین خلیل
عبدالعزیز این کار رو برای الاهلی امارات حالا انجام میده. فردان موفق نشد سرویس سر بزنه پشت سرش وان یونگ توپ رو برگشت داد و یک بار دیگه پرتاب. بازم وان یونگ پاس بلند و مستقیم میرهانی هاشمی توپ در اختیار حامد لک قرار میده با ضربه سر. بازی تأخیری زمانی که احمد خلیل نزدیک حامد لک شد او توپ گرفت و به این شکل با ضربه بلند شاهین ساقبی رو برای این پاس انتخاب کرد. نریمان جهان، تیموریان، احمدزاده توپ به سمت راست میره، شاهین ساقبی توپ در اختیار داره، فردین آبدینی هم سعی داشت باش همکاری کنه. بازم فردین آبدینی رو به عقب پاسکاری های روی زمین و بازی هماهنگ یاران تونی اولیویرا تو از دست میره. ریبیرا پاساش خیلی خطرناکه، حمدی رو میبینه، گوشه محوطه جریمه است، حمدی پشت محوطه و تیموریان تو با ناقص دفع میکنه. فردان، حالا حسین خلیل، ریبیرا هم قدرت دریبل زنی فوق العاده داره هم نگاهی تیزبینانه. فردان، باز هم فردان، ریبیرو بازیکنان تراکتورسازی باید سعی کنن ارتباط ریبیرو با دیگر بازیکنان قطع بشه. بازیکن فوق‌العاده باهوشیه این بازیکن برزیلی. حسین خلیل توپ مستقیم میفرسته به داخل محوطه جریمه. اسامه از سعیدی 20 دقیقه تا پایان. وان یونگ پاس تک ضرب و حامد لک به خوبی از عهده وظایف تدافعی بر اومدند یاران تراکتور سازی. ولی دباس توپو برمیگردون، احمد خلیل به توپ نرسید. فرشاد احمدزاده دو بازیکن رو عالی جا میذاره، میانه میدان صاحب توپه. خطا از ولید عباس اعلام میشه، به بهترین شکل ممکن تراکتور سازی کنترل بازی رو در اختیار گرفته بدون که تغییری در روند بازی ایجاد بشه. با فوتبالی هماهنگ و روان تراکتور سازی این لحظات رو به سود خودش داره سپری میکنه. کاهیون جین خطا رو اعلام کرد و حالا این ضربه کاشته زده میشه برای دروازه الاهلی. خالد شفیعی هم نفوذ کرده، شفیعی حالا صاحب توپ میشه، او برای زدن ضربه سر جلو کشیده بود که حالا برمیگرده و به خط دفاعی میره. ضربه سر ولید عباس توپ برگشت میده. فردین آبدینی اسامه از سعیدی رو جا میذاره، بازم تکنیکی کار میکنه. فردین آبدینی صاحب توپه، این پاسو میندازه، ارسال توپ، توپی از محوطه جریمه خارج شده، دست پاچه نشون میدند مدافعان الاهلی و برخوردی که پشت محوطه جریمه به زعم داور خطا نیست. این پاس عالی از نریمان جهان، فرشاد احمدزاده که قصد عبور از ولید عباس رو داشت اما او سد راهش شد. ریبیرو خالد شفیعی توپو برمیگردونه. وان یونگ حسین خلیل تو برگشت داده میشه. با تمرکز فراوانی مدافعان تراکتور سازی و دیگر بازیکنان با دوندگی بسیار زیاد فضاها رو تنگ میکنند برای بازیکنان الهی. آنها به این شکل
مجبور میشن که بی هدف پاس بندازند. با دوندگی فراوان و بازیخوانی مناسب، بازیکنان تراکتورسازی خلاقیت کار رو از بازیکنان اهلی محو کردند. لوسیانو ادینیو خیلی هم عالی دید میخوره بازیکنان اهلی. ادینیو روی زمین هست، داور آوانتاژ میده، شاید اگه بازی متوقف بشه خطایی که انجام شد مستحق کارت زرد هم باشه. ریبیرو از بین دو بازیکن توپ رد میکنه، اما نه به جایی که بازیکن هم تیمی حضور داشته باشه. این برخوردی بود که ریبیرو با آندو تیموریان داشت. داور بازی رو دنبال کرد، در حالی که در صحنه قبلی هم خطایی بر روی لوسیانو ادینیو اتفاق افتاد با آوانتاژ داور روبرو شد. این صحنه بود که مرزوقی روی ادینیو و در ادامه حسین خلیل خطا کردند. بازی متوقف است در 75 دقیقه دیدار، در حالی که تراکتورسازی با تکل فرشاد احمدزاده پیش است از تیم الاهلی امارات. آندو تیموریان رو به بیرون از زمین خواهند برد و او با اجازه داور خوشبختانه میتونه بازی رو دنبال کنه. داور دست به جیب شده، احتمالا به خاطر خطایی که بر روی لوسیانو ادینیو انجام شد حسین خلیل جریمه خواهد شد. در اون صحنه که داور آوانتاژ داد، ببینید که کارت زرد داور به کدام بازیکن نشون داده میشه. حسین خلیل عبدالعزیز دیگر اختاری الاهلی امارات هست به خاطر خطایی که بر روی لوسیانو ادینیو انجام داد. وان یونگ بازی جوان مردانه رو ارائه میده. گوردانی دیبل سرپای عالی و بازیکنی حدوداً 60 میلیاردی که برابر حبیب گوردانی به اون شد دیریب خورد. احمد خلیل، وان یونگ، باسم احمد خلیل، ریبیرو، پاسکاری در فضاهای تنگ پشت محوطه جریمه. خب کمک داور به همراه داور اعتقاد به کورنر دارند، در حالی که در نظر صحنه مشکوک رسید. به هر حال ریبیرو از سمت راست این ضربه کورنر رو خواهد زد، با پای چپ این کار رو انجام میده و توپی که از کنار دروازه عبور میکنه. نفس ها برای ثانیه ای حبس شد در سینه. مدافع پیشتاخته یه الاهلی ولی دباس تهدید کرد دروازه تراکتورسازی رو و حسین خلیلی که لحظاتی پیش کارت گرفت. حمدی، ریبیرو، خالد شفیع اجازه نمیده او به توپ برسه. همکاری ریبیرو و احمد خلیل میتونه خطرناک باشه. وان یونگ، این بازیکن کره‌ای پرتاب بلندی رو در دستور کار قرار میده. این ضربه و توپی که از کنار دروازه عبور میکنه تا حمدی سومین گل خودش رو در لیگ قهرمانان آسیا فصل 2015 به ثمر نرسونه. اینا تا باید بیشتر مراقب باشند. پرتاب بلند وان یونگ و اونجا حمدی که نزدیک بود گل مساوی رو به ثمر برسونه. موماس با تیر عمودی دروازه لکبه بیرون رفت. تعویض در راه است. فرید کریمی خودش رو آماده میکنه. حسین خلیل،
حمدی. در بازی اول الاهلی امارات با الاهلی عربستان که 3-3 به پایان رسید، او دو گل به ثمر رسوند. بازم وان یونگ به مزاقش خوش اومده، اون صحنه قبلی بالا با دورخیزی که داره با توجه به اینکه بازیکنی بهش نزدیک نشده قصد داره که پرتاب بلندی رو انجام بده. این بار با زمینه سر تو برگشت داده میشه به لاک دفاعی فرو رفته تراکتور. مرزوقی هم جلو میاد ضربه سر رو هم میزنه. حالا زد هم میتونه شکل بگیره. لوسیان ادینیو در موقعیت خوبی قرار داشت که داور خطا گرفت. خب خطای هند از ریبیرو. حتی داور اشاره میکنه که باید تو کامل در منطقه‌ای که خطا اتفاق افتاده ثابت بشه تا بعدش اجازه زن ضربه رو به خالد شفیعی بده. نریمان جهان، کیانی، شفیعی، آبدینی، عثمان سعیدی نزدیکش میشه. آبدینی باز هم عالی کار میکنه. احمدزاده، خطا کاملا مشخص هست از وان یونگ. تازه معترض هم هست. یک ارسال به سمت چپ و پرتاب برای الاهلی. احمد خلیق کاپیتان الاهلی توپو به زمین تراکتور سازی میبره. دوباره احمد خلیق این پاسو میندازه. حمدی دوره تک به تک میشه. خالد شفیعی باش درگیر شد و خطای حمدی اعلام میشه در این صحنه. خالد شفیعی هم احساس ناراحتی میکنه. اعتراض احمد خلیل به خاطر تصمیم داور. خوشبختانه خالد شفیعی میتونه بازی رو دنبال کنه. فرید کریمی به جای شاهین ساقبی به زمین بازی خواهد اومد، در اون سمت میدان حضور داره و احتمالاً داور به سمتش بره. خب همین کارم انجام داد کوهیون جین و اشاره میکنه که شاهین ساقبی مقدار سریع‌تر زمین رو ترک کنه. فرید کریمی به جای شاهین ساقبی در ترکیب تراکتورسازی قرار میگیره، بازیکنی که کمتر فرصت حضور در ترکیب تراکتورسازی رو در این فصل به دست آورده. فرید کریمی دست به آرایش خودش نمیزنه. تونی اولیویرا و یک مهاجم تازه نفس رو به جای شاهین ساقبی که در خط حمله بازی میکرد به زمین میفرسته. مرزوقی تو با میکاره تا ماجد ناصر بازی رو به جریان میندازه. بیش از حد ممکن توپ رو جلوتر آورد ماجد ناصر. داور هنوز هم اشاره میکنه که تو باید عقبتر بره و این اعتراض بازیکنان الاهلی رو در پی داره. به هر حال قانون باید اجرا بشه. باز هم جلوتر آورد توپ رو ماجد ناصر. داره احتمالاً کارت بده بهش با این حرکاتی که ماجد ناصر انجام میده. خب آره، حقش هم بود این کارت زرد. هر چی داور بهش تذکر داد رعایت نکرد ماجد ناصر. بازم توپو جایی میکاره که اصلا اونجا خطا نبوده و به هر حال بازی دنبال خط شد. خب مصر هست که حتما یه مقدار توپو جلوتر بکاره. به هر حال بازی رو به جریان میندازه. به زحمتش هم زیاد نیرزید ماجد ناصر. توپ نهایتا نصیب بازیکن تراکتور سازی شد در این صحنه. یه بازی رو جلو فرید کریمی به توپ رسید. فردان، دوباره فرید کریمی. اعلام خطا میانه میدان.
علیرضا کاملا مشخصه که بازیکنان الاهلی با افت روحی روبرو شدند. یه تمیز هم در راه است. این خطایی بود که فردان انجام داد، پای فرشاد احمدزاده رو زد، داور هم نزدیک به صحنه بود. تعویضی کاملا هجومی در ترکیب الاهلی اتفاق خواهد افتاد. حسین خلیل از زمین بازی بیرون میره و سعید جاسم جای بازیکن رو پر خواهد کرد. حالا تعویض انجام میشه و یک مهاجم به جای یک مدافع در ترکیب الاهلی قرار میگیره. دومین تعویض اولاریو در فاصله حدوداً 6 دقیقه مانده به پایان بازی. آندرانیک تیموریان پشت این توپ قرار داره. به شکل عرضی توپو به گردش در میاره. کیانی خیلی عالی منطقه بازی رو عوض کرد. فرید کریمی رو به عقب پاس میده، باسم تیموریان با اعتماد به نفس بالایی بازی کردند همه بازیکنان تراکتور سازی و تا این لحظه بازی تحسین برانگیزی رو ازشون دیدیم. مرزوقی با سه مدافع بازی رو دنبال میکنه. اولاریو، حمدی، فردان، تیموریان توپو برگشت میده. ولید عباس، لوسیانو بهش نزدیک میشه، او خیلی سریع و سراسیمه توپو برگشت داد. احمد خلیل، توپ ناقص دفع شده به حمدی میرسه. صحنه خطرناکیه و این ضربه از حمدی که خیلی همه رو راحت میکنه دروازه رو خیلی کج دید. این هم چهره سعید جاسم، بازیکنی که به جای حسین خلیل به بازی اومد. اگر سکوی ورزشگاه یادگارمون رو ببینیم واقعا خیلی جذاب و هیجان انگیز هست که با حضور پرشور و پرتعداد هواداران تراکتور سازی ایجاد شده. فرید کریمی پشت محوطه حرکت میکنه، همچنان صاحب توپه، پاسش هم میندازه، توپ ادینیو نرسید. ریبیرو موفق به کنترل توپ نمیشه. حالا احمدزاده، عالی کار میکنه احمدزاده، این پاسو میندازه. نریمان جهان پشت محوطه، توپو یه مقدار زیادتر جلو انداخت. دوباره نریمان جهان ضربه رو میذاره و توپ از کنار دروازه عبور میکنه. نمایشی که تراکتور سازی ارائه داده، یار 12 این تیم، سرمایه‌های اصلی فوتبال کشورمون، هواداران تراکتور سازی نقشی محوری ایفا کردن. یه موقعیت، خالد شفیعی بدون که تعارف کنه توپو به کورنر میزنه. ریبیرو مأمور زدن ضربه کورنر از سمت راسته. لحظات حساس این دیدار، لحظات پایانی، آخرین تلاش های الاهلی برای زدن گل مساوی، در حالی که تراکتور سازی به دنبال دفاع از گلیست که زده. حامد لک روی زمین توپو میگیره، داور هم خطا رو بر روی بازیکن اعلام میکنه. بازیکنان الاهلی چیزی برای نمایش ندارند و در این لحظات انتهایی تنها موردی که ازشون دیدیم این اعتراض هاشون و این بازی فیزیکیشونه. آمدلک احساس ناراحتی میکنه. 88 دقیقه دیدار. سکوهای
فوق‌العاده جذاب ورزشگاه یادگار امام و انرژی مثبتی که به مستطیل سبز و به یاران تراکتور سازی تزریق میشه. همچنان مدافع بر روی حامد لک ادامه داره. الاهلی در فصل 2014 یعنی فصل پیش با سپاهان هم گروه بود، در زمین خودش با این تیم 0-0 مساوی کرد و در اصفهان 2-1 بر این تیم چیره شد و با قرار گرفتن در رده سوم جدول نهایتا حذف شد فصل پیش. سومین تمیز تونی در راه است. احمد کامدار آماده است که به زمین بازی بیاد. حامد لک برمیخیزه و با این شروع مجدد عالی بازی رو دنبال میکنه. فرید کریمی دبل دو طرفه او، وان یونگ گوشه زمین هست و اعلام خطا بر روی این بازیکن کره ای از سوی داور کره ای کو هیو جی. احمد کامدار به جای سامان نریمان جهان به بازی خواهد آمد. تعویض انجام میشه. سامان نریمان جهان زمین مسابقه رو ترک خواهد کرد. احمد امیر کامدار به جای بازیکن به زمین مسابقه میاد. سه امتیاز ارزشمند و شیرین در دومین هفته لیگ قهرمانان آسیا گروه چهارم مسابقات برای نماینده کشورمون تراکتور سازی. 5 دقیقه وقت تلف شده در نظر گرفته میشه برای نیمه دوم. آخرین فرصت های الاهلی، امیدوار هستیم که این لحظات هم به نفع تراکتور سازی سپری بشه. مرزوقی ضربه رو بلند میفرسته، رو به بازی مستقیم میارن در این لحظات. یه برخورد داخل محوطه جریمه و خطایی که به نفع تراکتور سازی است. کایوجین خطا رو به نفع تراکتور اعلام میکنه. حامد لک باید بازی رو به جریان بندازه. توپ میکاره حامد لک، با دورخیز خودش قصد داره که به توپ ضربه بزنه. ضربه بلند برای ادینیو، نه ولید عباس موفق شد ضربه سر بزنه نه ادینیو. ماجد ناصر، بازی مستقیمه یاران الاهلی. خروج عالی از حامد لک که احساس ناراحتی هم میکنه در حالی که بازی رو داور دنبال کرده. ماجد ناصر تا کارت نگیره ولکن نیست. و این هم اولاریو که حداقل اگر بازیکنانش تسلیم نشدند او با این چهره نشون میده که این حالت رو داره. خب حامد لک همچنان روی زمین احساس ناراحتی میکنه. ماجد ناصر به سمت کمک داور دوم میره. با ورود ریبیرو و سعید جاسم الاهلی بازی خوبی رو داشت ارائه میداد تقریبا که ماجد ناصر تیمشو به حاشیه کشوند. البته دیگر بازیکنان الاهلی هم وقتی متوجه شدن که در برابر تراکتور سازی به سختی میتونند کاری از پیش ببرند از این صحنه تکرار کردند در زمین یادگار امام. این صحنه بود که سعید جاسم به سمت توپ حرکت کرد اما حامد لک با از جان گذشتگی فداکاری راه توپ رو بست. داور اشاره میکنه که توپ بعد پشت محوطه جریمه الاهلی کاشته بشه.
چسبیده به خط محوطه جریمه، در واقع مماس با این خط، این ضربه کاشته برای تراکتور سازی در این لحظات پایانی به دست اومده. امیدواریم که کامدار تیموریان و ادینیو با تهدید دروازه ماجد ناصر دوباره این دروازه رو فرو بپاشند. ادینیو و تیموریان پشت توپ، دیوار دفاعی الاهلی برابر این ضربه. تنها بازیکنی که از تراکتور پشت این توپ ادینیوست، ماجد ناصر داره با دیوار دفاعی صحبت میکنه. ادینیو حرکت میکنه و ضربه رو میزنه که ماجد ناصر توپو میگیره. ضربه خوبی به توپ زد ادینیو، در جایگیری موفق عمل کرد ماجد ناصر. ضربه ادینیو بین دیوار دفاعی و این هم سوته. خب هنوز بازی ادامه داره، در حالی تنش ایجاد شده بود سوت داور به همین منظور بود، یک ارسال و حامد لکه توپو در اختیار میگیره. هممون دوست داریم که بازی خیلی سریع به پایان برسه. سه امتیاز در انتظار تراکتور سازی است. پرتابو سفید پوشان میدان انجام میدند. ولید توپو بلند میفرسته، یه نفوذ از سمت راست، موقعیت برای فرید کریمی. فردان و ولید مقابلش بودند، تو به نفع الاهلی به بیرون رفت. ضربه بلند، سعید جاسم موفق نشد ضربه سر بزنه. حمدی او هم اشتباه میکنه. کامدار، ادینیو، دوباره کامدار، همکاری ادینیو و کامدار. کامدار وارد محوطه جریمه میشه، ادینیو توپ میخواد، کامدار صاحب توپه، رو به عقب که توپ از زیر پای فرشاد احمدزاده عبور کرد و الا میتونستیم شاید صحنه جذاب‌تری هم باشیم. اسامه از سعیدی نگاه میکنه، سعید جاسم رو میخواد صاحب توپ کنه، موفق نیست. احمد خلیل گردانی توپو برگشت میده ادینیو، ضربه سر از ولید، توپ هنوز به بیرون نرفته. مرزوقی چشم بسته این پاسو میندازه. خب حالا سوت پایان دیدار توسط داور کره ای و برتری 1-0 تراکتور سازی در برابر الاهلی امارات. تبریک میگم این پیروزی ارزشمند رو به فوتبال دوستان کشورمون و فرصت رو در اختیار همکار ارجمند در شبکه سوم سیما آیه یوسفی قرار میدم و همچنین در شبکه سند میلاد وطن پرست. عصر خوبی برای خیلی ممنون آیه سایی عزیز. ما هم تبریک میگیم هم به طرفداران پرشور تراکتور هم به همه هموطنان عزیزمون. 2-2 پایان کار ما در روز دوم لیگ قهرمانان بود. 4 نماینده ما 2 هفته دیگه بازی‌های روز سوم و تراکتور سازی باید با الاهلی عربستان بازی کنه. تشکر از همراهی شما. جمعه برای بازی استقلال در لیگ خدمت خواهیم رسید. خدا نگهدار و به امید دیدار.